افزایش تولید در شهرک صنعتی آبادان. بهره برداری از 15مین پروژه صنعتی در سال جهش تولید، کارخانه تولید ماشین‌آلات صنعتی. قطعات کارخونه، قطعات دستگاهی که می‌خوام تولید کنم، ما اینجا تراش می‌دیم برای نصب و راه اندازی. مرحله بعدی افتتاح این کارخانه بود که انواع کالای مصرفی را تولید می‌کند. یکی از نگاه‌هایی که هم تو مسئله تولید، هم در حقیقت جهش تولید و شعارهایی که حضرت آقا فرمایش فرمودن میتونه یه راه برون رفتی از مشکلات اقتصادی داشته باشه، رو اندازی اینها خصوصا عرض کردم در مناطق ما که هم مواد اولیه وجود داره، هم میتواند جنس با کیفیت تولید بشود. ادامه میدیم سرمایه گذاری در زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی رو که این واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران محترم بتونن هر چه زودتر واحدهاشون رو فعال بکنن و مشکلاتشون کمتر بشه انشاءالله. 590 میلیارد دیار میزان سرمایه گذاریشون هست. 70 نفر شغل مستقیم و غیر مستقیم رو ایجاد کردن اینا. اینجا چند سالی محل توزیع محصولات و ظروف یک بار مصرف بود که حالا سرمایه گذار تصمیم گرفته با کمک جوانان بومی منطقه این محصولات رو تولید کنه و در بازار عرضه. حدود 25 نوع محصول داریم اینجا تولید میکنیم، از جمله سفره، زباله، فریزر رولی، کارهای شیرین که بسته‌بندی زباله و سفره، پلاستیک‌های دسته‌دار، بعد از خانزور رنگی، شیری و هر تمام محصولاتی که تو عرصه پلاستیک هم تولید داریم میکنیم. محصولات این شرکت در سطح استان توزیع میشه که ما در آینده قصد داریم محصولات این شرکت را در سطح استان‌های همجوار توزیع کنیم. مسئولان امروز سری به کارخانه تولید نوشت افزار هم زدند، کارخانه‌ای که نیمه اول امسال به بهره برداری رسید. از ابتدای امسال این 16مین کارخانه صنعتی است که به بهره برداری میرسه. ادامه فعالیت این کارخانه های تولیدی که مواد مصرفی هر خونه رو داره تولید میکنه بستگی داره به انتخاب ما. انتخاب ما یعنی حمایت از تولید ملی. مریم مطرق آبادانی، خبرگزاری صدا و سیما، آبادان.